رهبری با جنبش قطع شده و این خودجوش هستش، هیچ کنترل دیگه‌ای که بوده است. اصولا یک تکیه‌ای هست هم در داخل هم در خارج از کشور، در روزنامه‌ها می‌خونیم بعضی وقتا که این جنبش همه مردم همه طبقات نیست و این تنها جنبش بخش مرفه جامعه شهری است. فرصتمون متأسفانه خیلی کوتاه، 2 دقیقه وقت داریم حد اکثر اگه بشود جواب این سوال رو ده. از کنم حضورتون که خب اگر جامعه ایران این همه مرفه داشته باشه که خب باید درود فرستاد بر نظام جمهوری اسلامی، این خب واقعیت نداره. و آمار ارقام حالا چون میفرمایید وقت هست من نمیتونم توضیح مفصل بدم، میشه نشون بدش که این مدعا کاملا کاذبه و در 10 سال گذشته در استانهای محروم مثل کردستان، مثل سیستان و بلوچستان، مثل بوشهر همیشه رأی بالا رو کسانی گرفتن که اصلاح طلبا خونده شدن. اینو میشه با آمار و ارقام نشون. اما من یک نکته با در رابطه با این فرمایش این خانم عزیز عرض بکنم، به هیچ وجه مردم نباید ناامید بشن. یک جنبش ممکنه شکست سیاسی بخوره و این چیزی نیستش که شما یک روزه بتونید به اهدافی که دارید دست بیابید. مهم اینه که شکست اخلاقی نخوره جنبش، و این جنبش شکست اخلاقی نخورده. خوشبختانه آقای موسوی، کروبی و دیگران و همه مردم ایستادن، و اون کسی که شکست اخلاقی خورد رژیم نامشروع آقای خامنه‌ای بودش که این رژیم نامشروع بودش و نشون داد به لحاظ اخلاقی هیچ پایبندی به هیچ اصل اخلاقی نداره و برای بقا و حفظ حکومت خودش حاضر مردم این کشور و جوانهای مردم بکشه، زندانی بکنه، شکنجه بکنه با باتون برقی، با گاز اشکبر و با هر چیزی به مردم تعرض بکنه، به زنان این جامعه تعرض بکنه به نام دین، به نام اسلام، و هیچ پایبندی به هیچ اصلی اسلام چه و یا به اخلاق و چیز دیگه نداره. به گمان من این جنبش در سطح جهانی موفق نشون داد که یک جنبش اخلاقی هستش، پایبند به اخلاق هستن و رژیم نامشروع جمهوری اسلامی داره اینا رو سرکوب میکنه. سپاس آقای گنجی. خواهش می‌کنم بفرمایید که واکنش‌های جهانی نسبت به رویدادهای ایران چه بوده است و نظر شما چیست در این پیوند؟ من مقدمتاً چون جمهوری اسلامی معمولاً و خود آقای خامنه‌ای دیسکورسش و گفتمانش دیسکورس دشمنه و همه کارهای ملت ایران رو میذاره به حساب دشمن، و الان هم داره میگه دشمن و خصوصا آمریکا در امور داخلی ایران داره دخالت میکنه. من یک توضیح بدم، رژیم جمهوری اسلامی در تمامی در کشورهایی که امکان پذیر باشه براش دخالت نظامی میکنه، پول میده به گروه ها، گروه های مسلح تشکیل میده. من چند نمونهش رو خوب اول مقدمتا بگم. شما ببینید در لبنان، در فلسطین، در عراق و در افغانستان ایران گروه های مسلح تشکیل داده، به اینها پول میده، آموزش میده، اسلحه میده، مثل حزب الله، مثل حماس. خب اگر این کارا مجاز هستش، خب دیگران در حد یک شعار صرفا بگن که این رژیم رو به خاطر نقض حقوق بشر محاکمه میکنیم، این دخالته. اما شما تو کشورهای دیگه اسلحه میبرید، مهمات میبرید، جنگ داخلی درست میکنید، این اصلا دخالت نیست. من چند نمونه قبل مثال بدم. شما در مناظره آقای احمدی نژاد با آقای کروبی دیدید که احمدی نژاد گفتش که در دوره‌ای که شما نماینده امام در مسئله حج بودید اون کار شد و توضیح نداد. حالا اون کار چی بود؟ اینها سپاه پاسداران در ساکهای حجاج ایرانی بدون این که بدونن مهمات گذاشت و این مهمات اونجا کشف کرد دولت عربستان، و بعد اون کشتار وسیع از حجاج ایرانی صورت گرفتش. خب این کار مجاز بوده. مورد دیگه، این آقای سعید امامی، اینها از وزارت اطلاعات تو کشتی که داشتش خیارشور میبردش به اروپا و به مقصد بلژیک موشک گذاشتن و این موشک ها گیر افتادش. آیا این کار همه مجازه؟ آیا ترور صدها ایرانی ناراضی در خارج کشور به دستور شخص آقای خامنه‌ای و پروژه‌ای که ایشون داشت در کشور دیگه، اینها دخالت در امور کشورهای خارجی نیست؟ صرف این که دولت‌های خارجی ایران رو به خاطر نقض حقوق بشر محکوم بکنن، این میشه دخالت؟ اما بیایم و بحث اصلی و پرسش جناب عالی راجع به واکنش جهانی. ببینید یک نکته اول باید گفت، گذار ایران به دموکراسی، از این نظام دیکتاتوری سلطانی به دموکراسی کار مردم ایرانه، نه هیچ دولت خارجی. هیچ دولتی مجاز نیست در این امر دخالت بکنه و مردم ایران میتونن خودشون عبور بکنن، گذار بکنن به دموکراسی. اما نکته دوم، مسئله نقض حقوق بشر، حقوق بشر یک مسئله جهانیه و در هر کشوری، در هر دولتی نقض حقوق بشر صورت بگیره، تمام مردم جهان و تمام دولت‌ها
موظف هستن تکلیف دارن نقض حقوق بشر در اون کشور رو محکوم بکنن و از مردم ستم دیده حمایت بکنن. کاری که الان دور صورت میگیره همینه. یعنی آقای اوباما سیاست‌های نادرست پرزیدنت بوش، سیاست‌های ملیتاریستی اونو کنار گذاشته و دخالت در امر کسی نمی‌کنه، صرفاً اومده و داره از نقض حقوق بشر در ایران محکوم میکنه و حمایت میکنه مردمی که بهشون ستم میشه. چیزی که صورت گرفته بعد از این حادثه تأسف‌باری که این رژیم سرکوب‌بر صورت گرفته، یک نوع حمایت جهانی از مردم ایران بوده. امروز میبینید که اروپا، آمریکا، کانادا و بسیاری از دولت‌ها دارن حمایت میکنن از مردم ایران و محکوم میکنن رژیم و نهادهای حقوق بشری سراسر جهان دارن از این مردم حمایت میکنن و اتفاقا دولت‌های سرکوبگر دارن از این رژیم حمایت میکنن. یک نکته دیگر هم باید نظر رو بگیریم. دولتی مثل دولت آقای چاوز از احمدی نژاد حمایت کرده، گروه حماس و گروه حزب الله از احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای حمایت کرده. اینجا نکته کاملا روشنه، اونا برای منافع ملی خودشون حاضرن این کارو بکنن، یا بعضی از افراد و گروه ها حاضرن به خاطر منافع منطقی خودشون از این حمایت بکنن و این قابل فهمه. اما من در اینجا سخنی دارم با چپ ها در سطح اروپا و در سطح آمریکا. چپ ها به خاطر شعارهای ضد امپریالیستی که دارن، امروز برخی، نمیگم همه اونها، دارن حمایت میکنن از جمهوری اسلامی و از شخص احمدی نژاد و این برای اونها چیزی جز بی‌آبرویی نخواهد داشت. اینها راست‌ترین و افراطی‌ترین گروه‌های انقلاب اسلامی بودن از ابتدا در تا کنون. اگر شما به دهه 60 که سرکوب‌های وسیع صورت گرفت و چپ‌ها رو، هزاران نفر از چپ‌ها رو در این کشور ترور کردن، کشتن، اعدام کردن، از دانشگاه‌ها اخراج کردن، مراجعه بکنید، می‌بینید که این راست‌هایی که امروز در دولت احمدی نژاد هستن، وزیر اطلاعاتش و خود احمدی نژاد، اینها در اینها نقش مستقیم داشتن. اینها در دانشگاه علم و صنعت آقای احمدی نژاد و دار دستشون و همین الهام، اینها انجمن اسلامی اونجا بودن و اینها بسیاری از طی انقلاب فرنگی افراد از دانشگاه ها اخراج کردن و امروز چپ داره از راست‌ترین نیروهای ساختار سیاسی ایران و سرکوبگرین نیروهای اون داره حمایت میکنه. منظورتون از چپ آقای گنجی، منظورتون از چپ حکومت چاوز و فیدل کاسترو اینا هستن؟ اینها هستن به اضافه برخی از روشن فکر